ما تو هستم و تو ما هستی. ما دو جان در یک تن قرار داریم، یک تن. اینه باید با هم برادر پشتون خود را بگوییم، هم برادر تاجک را به خود را بگوییم، هم برادر هزاره خود را بگوییم، هم ازبک خود را بگوییم، هم نورستانی خود را بگوییم، هم عرب خود را بگوییم، هم عجم خود را بگوییم، هم سیاه را بگوییم، هم سفید را بگوییم، که ما و تو یک هستیم، تو ما هستی و ما تو هستم. او وقت است که ما برادری ما، اصل برادری ما استوار میمانه و این سبب سرفرازی و پیشرفت ما شما در آینده ها میشه. اگر از پیشوند یا پسوند تاجک بودن و پشتون بودن ما از ما برادر ما دور میشه، ما این پیشوند و پسوند را نمیخواهم. اگر به خاطر افغانی بودن ما برادر ما از ما دور میشه، ما این پیوند را نمیخواهم. مرز ما اسلام هست، ما بر اساس دین با هم برادر هست. اما او کسایی که با دین با ما شریک نیستند، باز برادر انسانی ما هستند، فراموششان نشه، برادر انسانی ما هست. با من حیث انسان برخورد داریم، در روابط دیپلماتیک، روابط تجارتی، روابط بین الدولی و بین المللی ما با هم هستیم. اما در روابط که عقیده و باور با هم باشیم، هرگز نه. ای عقیده ما هست، ای اسلام ما هست و ای دین ما هست. اولین کار رسول الله صلی الله علیه وسلم در مدینه منوره مسجد آباد کردن بود یا عقد مواخذ را قایم کردن بود؟ عقد برادری را. گفت نه خیر، تا او زمان ما مسجد آباد نمی کنیم تا با هم نباشیم. تا او زمان مسجد ما پابرجا نخواد ماند، دعوت ما پابرجا نخواد ماند، اسلام ما پابرجا نخواد ماند، تا زمانی که با هم نباشیم، کنار هم نباشیم، هرگز نه. چی کنیم مساجدی که با دکوروشن و با فیشن باشه؟ چی کنیم که ما در مساجد خود فخر فروشی داشته باشیم، ولی در صف استاد هستیم بگیم این پشتون هست و تاجک هست، او هزاره هست او فلان هست، تو از کدام سمت هست؟ تا پختونی که دیگانی. هر زمانی که این گپ و این سخن در بین ما مبادله شد، این در قلب ما ایجاد شد که تو و ما، نه تو و من، ما هستم ما. اگر مرز ایجاد شد که تو از پنشیر و برادر ما از هلمند، تو عرب، تو عجم، تو ایرانی، تو افغانی، تو از فلان مسجد، ما از فلان مسجد، تو از فلان مذهب، ما از فلان مذهب، تو از فلان قوم، ما از فلان قوم، اگر این گپ در بین مسلمان ها و این سخن ها در بین مسلمان ها مبادله شد و این سخن ها از دهنشان خارج شد، این آغاز سقوط و انحطاط مسلمان ها است. به مردم ایره بفهمانن، به پشتون و تاجک، به هزاره و ازبک، به هر قومی که در کشور زندگی میکنه یا منصوب به سوی امت اسلامی هست، برایشان بگوین که از رگ و ریشه ما پرسان نکنند، که ما رگ ما چی است، ریشه ما رگ ما به کی مربوط استم، به کدام سمت، به کدام نژاد، به کدام قوم، به کدام کشور، از این چیز ما پرسان نکنند. انما الاسلام ابی و امی، اسلام پدر و مادر ما است. این اگر بگوین، پشتون در پهلویت استاده میشه، تاجک در پهلویت استاده میشه، هزاره در پهلویت استاده میشه، نورستانی در پهلویت استاده میشه، ترک در پهلویت استاده میشه، کرد در پهلویت استاده میشه، عرب در پهلویت استاده میشه، سیاه در پهلویت استاده میشه، سفید در پهلویت استاده میشه. شما یک مشت واحد و یک مشت کوبنده در مقابل هر خائن و فاسد خواد بودید. در غیر صورت اگر تقسیمات شدیم بنابر جغرافیای خود، تقسیمات شدیم بنابر رنگ خود را تقسیمات کردیم، بنابر نژاد و مذهب خود را تقسیمات کردیم، باز این جای است که دشمن امو شعار انگلیس برای ما تحقق می‌یابد که تفرقه بینداز و حکومت کن. رسول ما صلی الله علیه و سلم می‌فرماید، از الله روایت کرده این حدیث قدسی میگه، وجبت محبتی، این خوب دقیق شوید، وجبت محبتی، واجب شد محبت ما، الله میگه، للمتحابین فیه، برای او کسایی که به خاطر ما یکی دیگر دوست دارند، والمتجالسین فیه، و او کسایی که به خاطر ما جلسه میگیرند، والمتزاورین فیه، و او کسایی که به خاطر ما یکی دیگر زیارت میکنند، والمتبادلین فیه، و او کسایی که به خاطر ما بالای یکی دیگر مصرف میکنند، وجبت محبتی، محبت ما برای اینها واجب شده. اگر میخواهی که خدا تو رو دوست داشته باشه، برادر مسلمانت دوست داشته باشه، برادر مسلمانت با آغوش بکش، والله برادری خیر است، صلح خیر است، آرامش خیر است، همدلی خیر است، مهربانی خیر است،
عطوفت خیر است، همدیگر پذیری خیر است، با آغوش کشیدن خیر است، با پیشانی باز با برادر مسلمان ملاقات کردن خیر است، کلمات نیکو نثار کردن با برادر مسلمان خیر است، بی غیر از اگر دیگه چیزها باشه، ضد از این چیزها باشه، در او شر نهفته است. اختلافات را کنار بگذاریم، اختلافات ما را به جایی نمیرسانه، اختلافات زمینه نفوذ دشمن را و نفوذ دشمن را در بین ما مساعد میسازه. اختلافات پشتون و تاجیک را کنار بگذارن، اختلافات سمت و پنشیری بودن و هلمندی بودن را کنار بگذارن، اختلافات حزب و فلان گروه و فلان سمت را کنار بگذارن، به این زیر یک چتر داخلشن که اسلام هست. قبله ما یک، قرآن ما یک، پیامبر ما یک، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. اندیشه و فکر ما یکی، قدم و قلم ما یکی، مسیر ما یکی. چرا به خاطر یک دو چیزی که مخالف هستیم بین یکی دیگه با هم دشمنی کنیم؟ این مشترکات رو مد نظر نمیگیریم، این یکی رو مد نظر نمیگیریم، اونمو جایی که فاصله هست اونمو جایی رو مد نظر میگیریم. او کسی که با تو اختلاف داره و دشمنت نیست شخص دیگه هست. کسی که با تو اختلاف داره، اختلاف نظر یک امر فطری است. جوانای گرامی، ما تنها در سایه برادری و در سایه اخوت می توانیم از میوه‌های شیرین و لذت بخش وحدت و اتفاق و انسجام لذت ببریم. از این رای برادری میشه، از دیگر رای امکان پذیر نیست. ما یک کشور را از این وضعیت وقتی نجات داده میتونیم که دست به دست هم بده. در غیر صورت پراگنده ای ما میسازه، با ستکت کمیشه.